بخش ما هستیم در کنار تک خانم آفاق امیریان با ادامه آموزش گل‌های کریستالی. خوش اومدی خانم امیریان. این همه راه میایین، من هر دفعه ناراحتم شما این همه راه میایین، میگم چقدر راه رو شما میایین برای اینکه بتونین به عزیزان ما آموزش بدین. علاقه است، علاقه دارین البته، علاقه به کار و هموطنان عزیز. درسته، بفهمید. خواهش میکنم. سلام میکنم خدمت عزیزان بیننده، هموطنان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از اینکه این قسمت از برنامه رو بیننده هستین خیلی خوشحال هستم و انشالله که بتونم دقایقی که در خدمت شما هستم بتونم مثمر ثمر واقع بشم. چی رو امروز آموزش میدیم؟ بله، امروز قراره که تاجی که سری قبل آموزش دادیم و نیمه کارمون رو کامل بکنیم و همینطور یه آویز هست که آموزش میدیم. البته پشت سر من قرار داره اون آویز که انشاءالله در جای خودش اون رو توضیح میدم. بله، سری قبل مرحله کار ما تا این حد پیش رفت که سنگ ها زده شد، مرواریدهای نیمه کار گذاشته شد و حالا ادامه کار رو انجام میدیم. از این قرار شد که 5 تا 6 عدد آماده بشه. هر شاخه‌ای هم شامل 6 الی 7 شاخه کوچکه. شاخه ها لابلای هم پیچیده میشه به این صورت که از سر جفت میشه و بعد لابلای هم تابیده میشه. به این ترتیب از سر کار شروع میشه تا انتها پیش میره. من یه مقدار اینا رو کنار بذارم که گیر نکنه به سیمای دیگه. بله، به همین ترتیب احیانا اگه دیدین که دستتون اذیت شد از دمباریک استفاده بکنین. نوع سیمم سیم روکشدار بود که بنابر رنگ لباس میتونین رنگ سیم رو هم عوض بکنین. یعنی اگه که خواستین که لباس سبز باشه از سیم سبز استفاده میشه، سیم شماره 3 روکشدار سبز، و یا اگر آبی بود و به همین ترتیب الی آخر. ادامه کار رو میدم تا برسه به انتها. در ضمن اینو بگم که بلندی یا کوتاهی کار بستگی به نظر شخص داره. ممکنه که بخواد که این تاج به صورت کوتاه باشه و به صورت حالت نیم تاج قرار بگیره روی موها. به این ترتیب تمام میشه. من قبلا 4 تای اون رو به هم پیچیدم، فرصت بیشتری بوده و من به خوبی تونستم این کار رو انجام بدم. حالا این دوتایی رو که دارم لابلای 4 تای قبل رد میکنم. هر تعداد که بخوان میتونن به همه شکل؟ بله، البته هم بیشتر از 6 تا جالب نمیشه، از حالت ژله بودن تاج خارج میشه. این تاج ها رو در ضمن بگم خانم ملک مرزبان که به نام تاج های ژله ای معروفه، چون حالت لق داره و حالت ژله ای داره داخل مو کاملا میتونه بافته بشه. بله بله، اون دیگه مهارت شخص آرایشگر رو میخواد که به راحتی میتونه داخل موها کار بکنه. البته یه مقداری این سنگ ها و این شاخک ها داخل هم گیر میکنه، یه مقدار حوصله میخواد. اینا کاملا لابلای هم میره و در انتها کار آرایش کامل پیدا میکنه. یعنی اینکه اگه شاخکی به صورت وارونه کار شده باشه اون رو به سمت رو میاریمش. الان من این رو به صورت ضرب العجل مقدار کار کردم، یه مقدار حوصله میخواد، با دمباریک باید کار بشه و الی آخر. خب ببینید، حالا برمیگردونیم به سمت رو و تمام شاخکایی که از حالت خارج شده رو برمیگردونیم به سمت رو و به همین ترتیب تا کار خودش رو نشون بده و زیبایی اون پیدا بشه. البته این تاج ممکنه یه مقدار بلند باشه، اون دیگه نظر خود شخص رو میخواد. به همین ترتیب و تا آخر. خب بهتره که من برم سراغ کار دیگه خانم ملک نرسون که فرصتمون از دست نره.
خب کاری که من میخوام آموزش بدم برای بینندگان عزیز اون پرده‌ای هست که پشت سر من قرار گرفته. این به صورت آویز مکررن در کنار هم قرار گرفته و تشکیل یه پرده رو داده. رنگ اونم بستگی به دکوراسیون خونه ها داره. برای این کار یه مقدار سیم حدود 40 سانتی متر بچینیم. نوع سیمم بهتره که از نوع ظریف باشه. داخل سیم 40 تا دونه کریستال میره. کریستالا بهتره که سوراخ اون از یک سمت باشه. یعنی اگه سوراخ از سمت وسط بود برای این کار مناسب نیست. به این ترتیب 40 تا دونه داخل سیم میره. من از دو رنگ سبز و قرمز استفاده کردم. باز به خاطر اینکه وقت رو کمتر بتونم وقت رو بیشتر بله کمتر هدر بره و بیشتر بتونم استفاده بکنم، یه تعدادش رو من داخل سیم کردم. البته 10 تای دیگه هم داخلش میکنم تا بهتر بتونم کار رو آموزش بدم. به صورت نامنظم باز دونه ها رو داخل میکنم. رنگ ها، البته منظورم از رنگ ها هست که به صورت نامنظم داخل سیم میره. به این ترتیب دست رو میگیرین روی جفت سیم ها و از ابتدا جفت جفت شروع میکنید به پیچیدن. دو تا تاب بزنه کافیه و بعدیش باز دوباره. البته بعضی موقع ممکنه که من 3 تا و یا حتی 4 تا، چون میخوام کارم منظم نباشه. البته بینندگان عزیز این حالت آویز داره، فرم انگور رو پیدا میکنه اما به صورت انگور جور دیگه ای بافته میشه. فکر نکنن که بافت انگور به همین صورته. خب ببینی این الانه یه مقدارش آماده شده. یه دونه برگ داخل یکی از سیم ها میکنی. آماده است این برگا؟ بله بله. خب سوراخ این برگ گرفته است. البته اگه سوراخ گرفته باشه با یه شی نوکتیز خیلی راحت میتونن اون سوراخ رو باز بکنن. ببینید یه دونه برگ داخل اون و یه چند تا تابش میدیم. به این صورت آماده میشه که البته خوشه بلندترش رو من از قبل با دو برگ آماده کردم. از این به تعداد 2 یا 3 تا دونه برای هر شاخه نیاز هست. برای انشعاب ها که انشعاب ها قبلا آموزش داده شده به این صورت عمل میکنیم که یه دونه کریستال که سوراخ اون از مرکز رد شده باشه داخل سیم میکنین، اون رو تابش میدین حدود 3 سانتی متر. بعد دونه بعدی ممکنه که شبیه گندم باشه و یا شبیه همین دونه هایی که از این سمت سوراخش، فرقی نمی کنه که چی باشه. من به خاطر اینکه کار سریع تر پیش بره چند تا دونه داخل سیم می کنم و همزمان بافت رو انجام میدم. دو تا دونه قبلی رو میفرستم عقب، اولین گندم رو پیچ میدم. پیچی که میدین یه مقدار پیش میره و به همین ترتیب دونه بعدی. انشعابی بود که قبلا آموزش داده شده بود. برای یک شاخه‌ای که برای یک خوشه‌ای که میخواین آماده بکنین باز ممکنه که 6 الی 7 دونه و یا حتی بستگی به این داره که شما چقدر میخواین بلندی این شاختون باشه، این آویزتون باشه. به همین ترتیب پیش میریم که باز من از قبل اونا رو آماده کردم. خب برای اینکه ما اینا رو روی یک آویز کار بکنیم نیاز به یک سیم داریم. بلندی این سیم بستگی به بلندی پرده‌ای داره که شما میخواییم. سیم چون که ظریف هست من اون رو دولا میکنم، یه مقدار اون رو تابش میدم که جفت سیم ها به هم تاب بخوره و راحت تر من بتونم کار رو انجام بدم. اولین شاخه‌ای که آماده کردم از انشعاب رو
روی اون میپیچم. دو سه بار که اون رو تاب بدین این ثابت میشه. این اولین کار. ببینین یه مقدار از سیم اضافه میاد که من در نهایت بهتون میگم که این اضافه سیم رو باید چی کار بکنین. باز یک شاخه دیگه پیچیده میشه، یه مقدار میایم بالا، با سیم دور سیم اصلی تابیده میشه، میاریمش پایین اون رو اضافه سیم رو. و حالا یکی از خوشه هایی که آماده کردیم، باز اضافه سیم دور سیم اصلی تابیده میشه و به همین چک تا بالای سیم و به همین صورت. البته ممکنه که شما بخواید فقط لابلای شاخه هاتون از این مدل کار استفاده بکن که اون هم زیبایی خاصی به کار. ممکنه روی شاخه سه تا خوشه داشته باشین، روی یک شاخه هیچی نداشته باشین. اضافه های سیم هم سر اونا از دونه هایی که داریم استفاده میکنیم. خب نمونه ای که من کار کردم روی بقیه سیم ها هم انجام میشه که نمونه کامل شدهش اونجا مشخصه. بعد اینها رو چطوری کنار هم میچینیم؟ بله، برای کنار گذاشتنش هم نیاز به یا اینکه یک ساقه محکم داریم مثل سیمایی که انعطاف کمتری داشته باشه بتونه وزن اینا رو تحمل بکنه که خیلی راحت، البته یه مقدار ساقه مفتوله. بله مفتول هست اینجا. ببینید به این نفع که دور این تابیده میشه. البته این ساقه کوتاهه به نسبتی که میخوام باید طولش رو بلندتر بگیرم. یه مقدار دور اون پیچیده میشه، بقیه سیم مثل این قسمتی که من کار کردم روی اون کار میشه. و باز به خاطر اینکه اینجا نمای خوبی داشته باشه از انشابای کوتاه‌تر استفاده میشه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. همینطورم خانم ملک مرزبان میتونن که اینا رو به وسیله سنجاق‌های ریز روی دیوار کار بکنن و اینا رو ثابت کنن روی سنجاق. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. انشالله که مورد پسند بینندگان واقع شده باشه.